خیلی وقت به مسابقات پاکت بیلیارد رشته ناین بال سر نزدیم. بریم ببینیم تو این دنیا چه خبره و توی این ویدیو قرار سطح بروز مسابقات ناین بال رو ببینیم. یک پدیده ای هم هست تازگی ها توی پاکت بیلیارد شنیدم که ظهور کرده و بریم بازش رو ببینیم با بهترین بازیکن پاکت بیلیارد. با من همراه باشین دوتا مسابقه جذاب با هم دیگه تماشا بکنیم. بزن بریم. بریم سراغ این دوتا بازیکن پاکت بیلیارد رشته ناین بال دارن با هم دیگه بازی میکنن. جیسون شاو اگه اشتباه نکنم توی بازی با ترامپ دیدین که چه بلایی سر ترامپ آورد، ویدیوش هست، میتونید برید تماشا بکنید همین بازیکن. و بازیکنی که بچه‌های پاکت بیلیارد بر من فرستادن و خیلی ازش تعریف کردن این بازیکن اسپانیایی هستش، سانچز رویز، اگه من درست تلفظ نکردم که دیگه ببخشید، روی تصویر هست میتونید ببینید. و میگن که پدیده جدید پاکت بیلیارد، حالا ما میگیم رشته ناین بال هستش. بریم لول بازیشو ببینیم. ندیدم قطعا بازی شد و تو بازی ازش رو انتخاب کردیم و ببینیم که چه اتفاقی رقم میافته، رقم میخوره در واقع. حالا همه بچه ها به زودی ایشالله همونطوری که مسابقات هفتگی اسنوکر رو شرکت میکنم قسمت بشه، میخوام مسابقات هفتگی، یعنی یک هفته برم مسابقات بیلیارد، یک هفته برم مسابقات اسنوکر شرکت بکنم، بازیکنهای خوب ببینیم. یه چیز به شما میگم، یکی از خوبی های این داستان هم هستش که من با بچه های دیگه بازی میکنم این که با خیلی از بازیکنهای این رشته آشنا بشید و بازیشون رو ببینید و ببینید که در چه سطح و لولی هستن. جذاب دیگه، تا حالا نبوده همچین چیزی توی ایران و دوست داشتم که این اتفاق برای رفیقای گلم بیفته، چرا که نه. اوکی، فریم اول، یعنی فریم دوم فکر کنم 1-1 شدن، درسته؟ خب چیزی هم که متوجه شدیم وینر بریک نیست. وینر بریک خیلی مسخره میشه تو بازی. یه نفر میتونه الان با این نوشه 7 فریم. بچه این ضربه پوش هستش، موقعی که بریک میکنین توپتون میفته، موقعیت خوبی ندارین، مثل اینجا ماسک هستین، ضربه ای میزنید که موقعیت به حریف ندین و یه کلکی تو این ضربه هست، اینه یه جوری حریفتونو، البته که این انقدر پختن که وارد این داستانا نمیشن، ولی تحریک میکنی که مثلا بده خودت بزنی، ولی خودت قبل اینکه ضربتو بزنی یه پلنی براش چیدی. مثلا من رو ضربه بانک یا همون ضربه دوب خیلی تبحر دارم، یه جوری میکارم برای ضربه دوب، بازیکن قاعدتا نمیاد خودش بزنه و میگه خودت بزن، خودم میزنم میندازم. گرفتی؟ یعنی پشتش این داستانه هم میتونه باشه، نمیگم همیشه همین هست، و اعلام میکنی ضربه پوشا حتما. و بریم ببینیم که چه اتفاقی میفته. ریس تو هفتم میزنه برعکس اسنوکر، یعنی هرکس هفت فریم بشه، از تعداد فریم ها نیست، هرکس زودتر به هفت رسید برنده بازی هستش. همیشه هم میدونید دیگه اون وسط عدد معمول 99% عدد فرده. خب ناکن اینجا الان افتاد، موقعیتش هم خوبه، توپ دو آزاده و جیسون شاو ادامه میده. It's tempting. JJ, you say that a lot in the com box. You're itching to get out there. Style gangy هم داره جیسون شاو. بچه برام بنویسین ببینم چقدر طرفدار داره. چه رویز چه جیسون شاو. Yeah, we wound the clock back, JJ. چه پاکت بیلیارد. باز ببینیم که خیلی دوست دارم یه چیز خاص ازشون ببینم، یه حرکت. بچه اینم به شما بگم، ما خیلی پاکت بیلیارد باز خوب تو ایران داریم. ما بچه های قوی، من شانس اینو داشتم باهاشون یه خیلی وقت پیش بازی بکنم و به شدت خوبن ها، یعنی یه چیزی به شما میگم، یه چیزی میشنوید. اینکه چرا توی مسابقات جهانی مثلا مثل حسین وفای اسم در نکردن و حالا مقامی ندارن، یک
اول از همه این که خیلی دست توش زیاده، یعنی اگر مثلا تو مسابقات، مثال دارم میگم، تو مسابقات اسنوکر 1000 نفر شرکت میکنن، توی مسابقات پاکت بیلیارد 100,000 نفر شرکت میکنن، یعنی اینقدر فرق این دوتا رشته با هم دیگه است. نظر چی میگن مخاطب و این داستان ها و دوستان عزیزم که شما باشید، برای همین خیلی سخت اومدم بالا، ولی خب حالا ایشالا با هاشون یه پادکستی، یه مسابقه، یه کاری انجام بدم با بچه های حرفه ای، حتما ازشون بیشتر میپرسم که جالب اطلاعاتمون هم بیشتر بشه دیگه. چی شد؟ به کجا رسیدیم؟ چند شدن؟ خب 3-3 با هم پا به پای هم دارن میرن جلو. کارل talking about our matchroom event, excuse me, but which are the big events? A little time, right? Which you would know more about what goes on over there, but it حالا شاید تو ذهنتون بیاد آقا این که ضربه ای نمیزنه، همش که ساده بودش، که به قول معروف کار خاصی نکرد، حالا این میزو یه بازیکن نرمال هم میتونه بزنه. فرقش چیه؟ فرقش اینه که ایشون کارکتر قهرمانی داره. یعنی چی؟ یعنی که عزیزم اگه میتونستی تو میزدی، تو الان اینجا بودی. و همین سادگی دارم بهت میگم. فکر میکنی بازی ضعیفه؟ بسم الله ببرش. همین سادگی، اصلا نه بحثی داره نه حرفی داره. این یه چیز بگم، کلن باید حرفتو رو میز بزنی، این که من فلانی رو میبرم و میتونم و این کاری نداره و این همه باد هواست. رو میز چندی مقامت چیه؟ چی کار میتونی بکنی؟ اصلا تو نمیخواد بری اینجا با جیسون شاو بازی بکنی. جیسون شاو انگلیسیه. چه جالب که قهرمان پاکت بیلیارد هم اسنوکر، چی میگن، انگلیسیه. من کشف میدونی که این بازی برای مهدش تو انگلیسه، در اون داره مهدش عوض میشه، میره به سمت چین، ولی نه همچنان مهدش تو انگلیس هست. و اینکه نمیخواد بری با جیسون شاو بازی بکنی، برو بچه خود ایران رو ببر، توی ایران قهرمان شو. خیلیه میگم، من لول بازی بچه ها رو دیدم، واقعا خوب میزنن. بله خب یه حیولاهایی توی پاکت بیلیارد هستن که اصلا فرصت درخشیدن به کسی نمیدن که. ولی دنیای عجیبی داره پاکت بیلیارد، من خیلی دوست دارم، حتما مسابقات رو شرکت میکنم، چه مسابقات استانی، کشوری. حتما حتی اینجا با جیسون شا بازی میکنه این بازی کن، و بعدش هم با یه خانوم دیگه بازی میکنه که ویدیوی بعدی هستش. من اونجا که ویدیوی 10 دقیقه دوست ندارین، گفتم که دوتا ویدیو رو یکی بکنیم که شما هم لذت ببرید. خب ببینیم که بازی گیری نداره، ولی اینجا اسنوکر میکنه، ماسک میکنه در واقع. فکر نمیکنم ماسکش ماسک سختی باشه، از اون بغل راه داره. به با یه ضربه جامپ کارو جمع میکنه. بچه اینم قبلا گفتم، میدونین که با چوب معمولی شما اجازه جامپ زدن ندارید، خطای این کار. میگی چرا خطایه؟ به خاطر اینکه چوبتون دوبار با کیوال برخورد میکنه اتوماتیک وار، و چوب مخصوص میخواد پاکت بیلیارد. اینم بدونید که یه چیز عجیبی که تو پاکت بیلیارد هست، چوباش به شدت گرونه، به شدت گرونه. اصلا این نگم، اصلا کار به دلار مولار هم ولش کن، چوبای پاکت بیلیارد خیلی گرونه. Yes. Even though we feel like this is such a almost a ضربه کمبو on the wrong side and missed the 8. این نازه توپو. برابر دارن میرن جلو، البته یه فریم جلوه.
فرانسیسکو سانچز رویز نظر تو این جیسون شاو رو میبره این بازی کن فکرش سریع چیزش کنم سریع بزنمش توی تا تموم نشده چیزی هم میخوام از دست ندم سان چیز May have landed a little Roy's scratch on if you pass the ball. Oh, it was okay. It was more than okay. This is a chance. Speed. I thought he may chip it in and go between the 5-6. Oh, that's too hard, huh? آوردش ویکی‌پدیاشو ببینیم. بچه‌هایشون برای کشور اسپانیاست. تو رشته 9 بال و 8 بال شرکت میکنه. There's nothing at all. Surprising about this. بچه موجور موجور ماجور اگه اشتباه نکنم نمیدونم آیا کاپ منظورشه چیه منظورش ولی بعد مثل اینکه قهرمان اوپن آمریکا شده تو سال 2022 و اینجا جیسون شا رو میبره یا خدا بریم ویدیو بعد باریکلا این معطلی اومدیم به ویدیو بعدی که با یه بانو داره بازی میکنه و او بچه او قهرمان جهان هم داره 8 بال تو سال 2022 9 بال 2023 او چه سمیه من الان فهمیدم 31 سالش هم هست بذارش سنش کمتر میخوره آقا ما دست کم گرفتیم فرانچسکو چی؟ سانچز رویز شون قهرمان 9 بال 2023 یا خود خدا برگاه من میدونید یعنی چی؟ فقط الان پاکت بیلیارد بازا الان عمق مطلب و متوجه شدن که یک شخصی قهرمان جهان شده باشه توی رشته 9 بال 8 بال هم سال قبلش شده چه پدیده ای رو پس داریم میبینیم باریکلا You're building a legacy which makes it easier. گفتم بچه خفنه ولی دیگه نه در این حد. یه حساب کنین دیگه جیسون شاو رو حذف کرد تو این مسابقه. بچه احتمال 99.9% بازی این که داریم با این بانو میبینیم بازی قبل چیز بوده. جیسون شاو بوده از کجا دارم میگم تعداد فریم ها اینجا هر کس 5 بار ببره برنده بازی میشه میگم بچه من خودم خیلی تو نقه پاکت بیلیارد هستم حتما بچه پاکت بیلیارد بازم بهم پیام بدن اونایی که حرفه‌ای هستن خیلی برام جالبه که شهرهای دیگه هم هستن ولی این چیزی که تو ذهنم همیشه میاد تا بیلیارد میاد تو ذهنم شهر حالا استان شیراز میاد توی ذهنم که خیلی از بازیکنهای خوبمون تو شیرازن و میدونم تب پاکت بیلیارد تو شیراز خیلی بالاست حالا یه کارهایی هم ما داریم میکنیم کاراش انجام بشه بهتون خبر میدم که اتفاقات خوبی برای رشته پاکت بیلیارد هم رقم بخوره یه جون اساسی بهش بدیم بسیار عالی بسیار عالی چه بزنین خانوم هرم ببینیم کیه پیدا کردم این خانومو ویکی‌پدیا نداره مثل این که چیزی که بدانیم ویکی‌پدیا اوکی پیدا کردم اگر همین ایشون باشه نه ایشون نیست ایشونه خب میزنه بچه چیز خاصی درباره ایشون ننوشته
متولد سال 1986 این بانو و مثل اینکه سال 2000 و چیزی این اطلاعاتی بچه خوب اینجا ننوشته من یعنی کامل و جامع اینا ولی مثل اینکه یه قهرمانی تو سال 2013 داره قهرمانی جهان مثل اینکه داره این بانو ولی بریم بازی رو ببینیم قهرمانی رو ولش کن سطح بازی رو بریم ببینیم تا اینجا دیدم خوب زده Yeah, I always marvel like the snooker players get there more often. Right. Three cushion players will do it. Yeah, I mean, other sports think and realize what's going on, but it's the same. You got to tell the brain a little information. It's kind of like really looking at a contact point, just kind of looking at how we want it to travel. That's another thing that he does really well. Make decisions for all those titles. You got to be doing everything well. You know, that real comfortable speed. Yeah, this half ago. بچه این حالا این مهم نیست که بازی رو عقب جلو گذاشتیم ما میخواییم لیول بازی رو ببینیم In pool, many champions are can be a little bit awkward, right? They're athletes that are very good at being watched football last Sunday not knowing that he's the ultimate pool champion. Nice. Maybe. Oh, when your mask میشه. Why would you give right here? Does that hook the ball more? On the slick table it will. Yeah, on the slick table. به میگن دبل به این ضربه که این شکلی میشه بهش میگن دبل کیس. Can she return the favor? Can't complain. Maybe slow bank this, try to bump the two, maybe. Make a draw that much. Wow. Ah, you're a fool. Creating spin with the cue ball. جالبه برام اینکه چوبی که دستشه کربونه. چوبای کربونی یادم یه زمانی توی ایران مد شده بود. چوبایی هستن که تاپ بر نمیدارن و عرضم به حضور گرامتون که چوبای خاصی هن دیگه. ولی اصلاً حس خوبی برای ضربه زدن به شما نمیده حالا توی پاکت بیل بعد تو اسنوکر چوب این شکلی خیلی به نظر من تو مخه یعنی چوب سیاه فلان و بیسان و این حرفا توی پاکت بیلیارد بعد ببینی که نظر بازی کنه قطعا دوست داره که داره باش بازی میکنه مثلا آقا دست بانو چی اسمش رو نمیتا میکنم چیو چای یو خیلی سخته همون بانو بگم کافیه دستش چوبه و حسی که چوب میده به آدم اصلا یه چیز دیگه است و چوبی که دست سانچزه کربونه پاوراشون هم یادمه توی کربون بازی که الان با چوب کربون مثل این حس دیگه ایم نمیدونم حالا اسنوکرش اینقدر بد بود بازم چوب خوب بازی کردیم ها چوب مثلا به درد نخور نبوده ولی چوب به نظرم یه چیز دیگه است تا کربون البته اینو به شما بگم ذهنتون رو باز بکنین دنیا داره پیشرفت میکنه میتونه همه چی میتونه دو روز دیگه جنس توپا تغییر بکنه دو روز دیگه میتونه جنس چه میدونم ماهود تغییر بکنه جنس بان تغییر بکنه مگه تو الان تغییر نکرده ذهنتون رو کلا باز بذارین ذهن دوگم و بسته به درد نمیخوره شاید اصلا دو روز دیگه یه چیزی بیاد کلا یه چیز دیگه بیاد به جای چوب و کربن اون مواد باشه و از همه‌شون هم بهتر باشه میگیری چی بهت میگم ذهنتو بسته نکن نه فقط این خوبه من در حال حاضر میگم من چوب و به کربن ترجیح میدم تا ببینیم که جدید چی میادش مگه گچا نبود گچای پودری که همه استفاده میکردیم الان همه گچا یه حالت چرب مانند شده یعنی کرمه یه جورایی ها خب چرب ماننده یه دونه میزنی 30 ضربه میدونی باش بزنی چوبت همچنان به قول اون استحکاک و سرش داره گچو میزنی که استحکاک بین تیپ چوب و توپو برای شما بگیره دیگه یعنی اوکی بکنه دیگه
در نره میسکیو نشه. اون با یه دونه گچ کار جمع کار در میاد. بابا اینجا یه پلنت میخواد نه؟ یه کمبو میطلبه. باریکلا آفرین آفرین، یه کمبو خوب میبینیم. بچه اصلا تو پاکت بیلیار شما این کار رو میتونی بکنی، دست رو بکنی تو پاکت و فلان و بیسان و این حرف ها، ولی تو اسنوکر این کار اصلا اجازه نداری انجام بدی، فقط داور این کار رو انجام میده. من بازم اینجا اعلام میکنم توی برنامه بیلیارد شو، اسنوکر شو، تمام کسانی که در این رشته فعالیت دارن، یعنی چی؟ یعنی بازیکن خوبی هستن، مربی خوبی هستن، داور خوبی هستن، اوکی؟ همه تون میتونین عزیزان به من پیام بدین توی اینستاگرام، هیچ محدودیت وجود نداره، هماهنگی بکنید، تشریف بیارید. این برنامه برای همه ما هستش، این نیستش که میگم اوکی چون من مربی هستم هیچ کنم مربی های ایران دیگه اجازه ندارم بیان تو برنامه من. نه بابا، مگه جنگ؟ تشریف بیارید، قدمتونم روی چشم، هیچ کسی هم ممنوع الورود نیست، هم به همین سادگی بیاین بچه ها استفاده بکنن، کسی که این ورزش رو دوست دارن تجربیات شما، چرا که نه. She doesn't really steer the ball in. ما کس کسی هم هزینه نمیگیریم که مثلا به عنوان تبلیغات بیایم مثلا این کار انجام بدین. تشریف بیارین، قدمتون روی چشم. بوی دیسایدر میاد. لول خانمه اومد دستتون یا نه؟ آه چقدر ضربهشو بد زد. این میدونی چیه؟ این فشار و استرسه. توپ سختی نیست ولی خب بالاخره. باریکلا آفرین. من میدونی من دیسایدر بازم، عاشق دیسایدرم. خب ببین توپ دو کجا میمیسه، یک افتاده ناکن الان ضربه پوش بپ بزنه، ندارتش اصلا هیچی، چه ضربه سختی میخواد بندازه، میخواد بندازه، یه چک سایدم میده و اوه چه شانسی آورد نیفتاد، چه شانسی آورد نیفتاد. چین چه ضربه ای بود؟ اوکی، میخواستش که ماسک بکنه، کرد. فقط حتما هم بیای توی چه مسابقات پاکت بیلیارد ما، چه مسابقات اسنوکری که برگزار میکنیم، تشریف بیاری، شرکت بکنی، خودتون رو تست بکنید، محک بزنید. مسابقات اون خیلی سنگینه ها، یعنی فکر نکنید آسونه ها. 32 نفری که شرکت میکنن اسما رو بلد باشین، بشناسین بچه ها رو، چیز آسونه نیستش ها. چقدر بد زدین ضربه رو. بچه هایی که میان یا می تو باشگاه ما اول میشن، مثلا یا میانی بازیکن ملی پوشه، میدونم بازیکن خوبیه، شانزی گذی اول میشه تو باشگاه ما، اینطور راحت داد بگم. چه پاکت بیلیارد چه اسم که بریم بریم ببینیم که فریم دیسایدر این دوتا بازیکن خوب چی میشه. Yeah, he's good. He's here to grab. Match. Very nice effort by Cho Chie Yu. خب رفقا اینم بود از بازی یکی از بهترین بازیکنهای حال حاضر پاکت بیلیارد رشته ناین بال و خیلی قشنگ بود، خیلی بازیش خوبه. کسی که جیسون شاو رو بتونه از مسابقه حذف کنه خیلی حرفه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. اگر بازم دوستانی ویدیوهای پاکت بیلیارد رو ناین بال براتون بذارم حتما برام کامنت بذارین، لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. دوستتون دارم، خیلی چکریم. عکس هایی که دارین مشاهده میکنید خدماتی هستش که میتونید از بیلیارد شو دریافت بکنید.
پکیج آموزش تصویری بیلیاردو اسمی که شرکت در کلاس‌های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیاردو اسمی که لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش.